درآمد آریانا سعید از کنسرت هالند که بیشتر از 15,000 افغان اشتراک کرده بود. آریانا سعید از این کنسرت های خود چه مقدار پول به دست می آورد؟ آیا این همه پول ها به جیب آریانا سعید می رود یا خیر؟ مصارف پرهزینه آریانا سعید در کنسرت های اروپا که از این کنسرتش چقدر عاید کرده است؟ سلام دوست های نهایت عزیز، امید که هر کجای دنیا که هستین خوب و سر و حال باشین. در این ویدیو در مورد درآمد آریانا سعید از کنسرت هالندش صحبت خواهیم کرد. اگر میخواین از این ویدیو جالب آگاه شوین، پس تا آخرین لحظات با ما باشید و لایک، کامنت و سابسکرایب را فراموش نکرده و علامه زنگ را فشار دهید. آریانا سعید در کنسرتش، یعنی در کنسرت آلمان، غوغا برپا کرد. آریانا سعید وی کسی است که همیشه عاشقانه می خواند و عاشقانه می سراید و یگانه هنرمند افغان است که بیننده جهانی دارد. وی در این کنسرت هالندش بسیار خوش بوده، به خاطر که بیشتر از 15,000 افغان در کنسرت وی اشتراک کرده بود و در تازه ترین اقدام چندین کنسرت های پرهزینه در اروپا تهیه و ترتیب نموده که به استاندارد های جهانی می باشد. وی می گوید که این سیومین و یا چهارمین کنسرتی است که من خوش و خود را راحت احساس می کنم. و دومین کنسرت آریانا سعید که در هالند بود و بیشتر از 15,000 افغان در کنسرتش اشتراک نموده بود و بزرگترین تالار در شهر هالند بود که چندین طبقه برای اشتراک کنندگان داشت و او کسی و یا شخصی که برنامه و یا کنسرتی که در این تالار برگزار می کند باید 30,000 دلار برای یک شب بپردازد. واقعا پولی زیادی است. آریانا سعید در هر کنسرت های خود بیشتر از 1,000,000 دلار به دست می آورد که مقدار زیادی آن دوباره مصارف کنسرت، نوازنده ها و برنامه هایی که در کنسرت های خود دایر می کند به مصرف می رسد. خب اگر چنین مصارف و پولها برای نیازمندان اختصاص داده شود، شاید نیم نیازمندان یک زندگی مرفه و راحت به دست آورد. خب به هر صورت ما برای آریانا سعید آرزوی موفقیت های هرچی بیشتری کرده و هر کجای دنیا که هستن با آسیب ساید خوب و آرام و همیشه خوشبخت باشند، چون تلاش های زیاد و زحمت های زیادی او باعث شد تا وی به اینجا برسد. و جهان سپاس از شما دوست های نهایت عزیز که تا این دم و تا این لحظات با ما بودید. هر نظریات و هر پیشنهاداتی که داشتید در کامنت نوشته به ما ارسال کنید. ما به نظریات شما احترام قائل بوده و با جان دل خواهیم پذیرفت. و لایک، کامنت و سابسکرایب را فراموش نکرده و علامه زنگ را فشار دهید تا خبرهای تازه
و درودهای دیگر بدرود.